به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید علی قاسمی هستم از مجموعه آموزش فرادرس و با شما این در این دوره در مورد آموزش حرفه گیت و امیدوارم که دوره خوبی رو داشته باشیم درس اولی که قرار ارائه بشه معرفی سیستم های کنترل نسخه یا اصطلاحا VCS ها یا ورژن کنترل سیستم ها هستند حالا اینا چی سیستم های کنترل نسخه به شما کمک میکنه تا علاوه بر مشارکت در پروژه های متفاوت بتونید نسخه های متفاوتی رو از پروژه خودتون ضبط بکنید منظور از ضبط تو اینجا در اصطلاح انگلیسی یعنی ترک کردنه حالا یعنی چی ضبط کردن فرض بکنید که یک شما یک پیجی دارید یک صفحه HTML دارید تحت عنوان ریجستر در ابتدا وقتی ریجستر رو شما طراحی میکنید یه سری المان ها داخلش گذاشید حالا بر اساس اون چیزی که توی یو آی کسی که در حقیقت دیزاینره و یو آی رو طراحی کرده به شما داره شما رجستر رو طراحی میکنید و این رو با یک نامی نگه میدارید فرض کنید نامش رو میزنیم ریجستر 1.0 به این صورت نگه میدارید حالا بعد از سال‌ها دوباره تصمیم میگیرید که اون صفحه ریجستر رو تغییر بدید یو رو بهینه‌تر بکنید تبلیغات داخلش بذارید و الا آخر خب توی اینجا اگر شما از این سیستم استفاده نکنید باید بیاید هی فولدر بندی بکنید هی دایرکتوری درست بکنید هی اسم بذارید و این کار واسه شما سخت میشه یه هم میبینید که پروژه هی بیشتر گسترش پیدا کرد و هی فولدرهای شما بیشتر میشه و شما واسه اینکه بخواید برید تو پروژه ای که همون اول بوده یعنی برید به همون صفحه رجیستری که اول ساختید و میخواید یه چیزی رو تو اونجا بررسی بکنید و کل دایرکتوری ها یا فولدر رو بگردید و دنبال اون صفحه رجیستر بگردید که خب کاری مقدار سخت میشه اینجا ما میتونیم از این سیستم استفاده بکنیم. این سیستم ها صرفا برای برنامه‌نویسان نیست و طراح و نویسنده‌ها هم میتونن از اون استفاده بکنن. پس بنابراین این سیستم فقط برای برنامه‌نویس نیست. حتی کسایی که دانشجوان یا مثلا تو صنایه خاصی کار میکنن که روی یه سری فایل دیجیتال کار میکنن، پروژه دیجیتالیه، میتونن از این سیستم استفاده بکنن. حالا سیستم‌های کنترل نسخه زیاد هستند گیت یک نمونه از اون که یه قدری حرفه و فقط واسه برنامهیس همونطور که گفته شد نیست اما بیشتر واسه برنامهیس ساخته شده طراح و ها میتونن ازش استفاده بکنن ولی حقیقتاً هدف اصل گیت برای برنامهیس ها بوده اما طراح نویسنده ها میتونن از یک سیستم کنترل نسخه بهتری استفاده کنند که واسه اونا تعبیه شده مثلا سیستم کنترل نسخه سیمول برای نویسنده هاست کسایی که با ورد کار میکنن یا ترانک برای ها هستش کسایی که با فتوشاپ، ایلاستریتور، ادوبی ایکس یا سایه موارد کار میکنن میتونن از این استفاده بکنن البته از گیت هم میتونن استفاده کنن ایرادی نداره ولی خب میگم منطق بیشتر واسه برنامه‌نویسا است. البته بگم سیستم های کنترل نسخه دیگه ای هم هستن غیر از اینها مثل گلو بازار آپاشی ساب ورژن، ادوبی کوی و سایر موارد که خب معروف ترین اونها گیت هستش و متداول ترینشون. اما انواع سیستم های کنترل نسخه، سیستم های کنترل نسخه به دو دسته تبدیل میشن. سیستم متمرکز یا سنترالایز، سیستم توضیح شده یا دیستریبیوتد که در ادامه هر کدوم از اینها رو بررسی میکنیم. سیستم متمرکز یا سنترالایز به این صورت هستش که شما یک سرور دارید که یک ریپازیتوری در داخل اون قرار داره منظور از ریپازیتوری اینجا فرض کنید که اشاره داره به یک مخزن یک انبار که شما وسایلتون رو میرید داخل اونجا میذارید کدهاتون رو میرید اونجا میذارید و الاخر یه مخزنی روی سرور توی اینترنت حالا وقتی شما توی شرکت دارید کار میکنید شرکت یه سرور داره که یه ریپازیتوری روی اون سرور وجود داره و هر کدوم از پی سی ها یا کلاینت ها که اینجا همطور میبینید نوشته Workstation PC1, 2 و 3 به همین صورت هر کدوم از اینها یک کارمند هستن به فرض مثال یک برنامه‌نویس هستن که دارن روی پروژه کار میکنن این برنامه نویس ها وقتی یک سفر رو به فرض مثلا ریجستر رو تراحی میکنن بلا فاصله اون رو کامیت میکنن و میفرستن برای سرور و توی ریپازیتوری قرار میگیره بقیه هم به این صورت کار میکنن و مستقیم میفرستن برای سرور حالا اینا میتونه آپدیت هم بکنن یعنی مثلا میگم فرض کنید پی سی وان یک تغییراتی رو اعمال کرده میفرسته برای سرور حالا پی سی تری میخواد بفهمه که این تغییرات چیا بودن رو میتونه آپدیت بکنه اما ایراد این سیستم اینه که اگر سرور به هر دلیلی قطع بشه پروژه عملا متوقف میشه چرا چون نمیتونن چیزی رو به ریپازیتوری ارسال بکنن یا دریافت بکنن عملا باید سب بکنن تا سرور دوباره بالا بیاد اما سیستم توضیح شده اومده که این مشکل رو حل کرده در حقیقت اینجا یک سرور ما دوباره داریم که ریپازیتوری روش قرار گرفته اما هر کدوم از کلاینت های ما خودشون به صورت مجزا یه ریپازیتوری روی کامپیوتر خودشون دارن و اونا ابتدا کامیت یا آپدیت رو روی ریپازیتوری خودشون انجام میدن وقتی که کارشون روی ریپازیتوریشون تموم شد اون رو اصطلاحا به سرور پوش میکنن یا بعدا میتونن اونو پول بکنن به ریپازیتورشون و چیزهایی که بقیه فرستادن یا پوش کردن رو دریافت بکنن توی اینجا اگر سرور قطع بشه عملا پروژه از کار نمیفته شما موقتا روی ریپازیتوری لوکالتون کامیت هاتون رو انجام میدید و بعدا که سرور بالا اومد اون رو به سرور پوش میکنید پس بنابراین سیستم های توضیح شده این مزایا رو دارن اما مزایای استفاده از سیستم کنترل نسخه چیه یکیش انجام پروژه ها به صورت گروهیه شما میتونید اون پروژه‌ای که دارید انجام میدید رو به صورت گروهی در یک تیم انجام بدید خب بازدهی کار خیلی بالاتر میره اما موارد دیگه ای هم هست که دقیقت خیلی بیشتر از اینها هستش ولی با چند داشت اشاره می‌کنیم برگشت به تغییرات گذشته یکی از اون هاست همون مثال ریجستر که دقیقت من یک ورژن جدیدی رو درست کردم و میخوام برگردم به ورژن قبلیم و ببینم که اونجا چه کدای رو زدم ذخیره ورژن های مختلف از پروژه میتونید هر ورژنی از پروژهتون رو هر تغییری از پروژهتون رو در قالب یک ورژن خاص ضبط بکنید داشتن یک بکاپ همیشگی در حقیقت این رفتاری که سیستم کنترل نسخه داره شبیه یک بکاپه که همیشه یک بکاپ انگار از پروژهتون هست اگر پروژه رو خراب بکنید میتونید خیلی راحت به قبل برگردید اما این بکاپ به این معنا نیست که اگر پروژه پاک شد شما میتونید دوباره برش گردونید اگر پروژه پاک بشه کلا مثلا هارد بسوزه سیستم کنترل نسخه شما هم از بین میره مدیریت تغییرات در پروژه یکی از مهمترین چیزها هستش که شما وقتی که دارید به صورت گروهی کار را انجام میدید یک سری افراد یا همکارانتون یا مثلا کارمندها یا دوستان سایر موارد میان یه سری تغییرات رو تو پروژه شما میدن مثلا اینو بهتر میکنن یک فانکشنی رو بهتر میکنن شما میتونید این تغییرات رو مدیریت بکنید که این تغییرات رو پروژه شما اعمال بشه یا نه این باعث میشه که پروژه شما هی بهبود پیدا بکنه توسعه پروژه از طریق سایر توسعه دهنده هم که اشاره داره به موارد بالا در حقیقت یک چیز جامعی هستش که شما میتونید از طریق بقیه توسعه دهنده کمک بگیرید و پروژه خودتون رو هی بهترش بکنید و سایر موارد از مزایای سیستم های کنترل نسخه هستش اما یه سری هاستینگ ها هستن شما اگر مثلا بخواید پروژهتون رو از طریق بقیه توسعه دهنده ها توسعه بدید باید روی یک سرور قرار بگیره روی یک هاست قرار بگیره یه سری هاستینگ ها هستن که این سرویس ها رو ارائه میده علاوه بر اینکه میتونید پروژهتون رو اونجا قرار بدید میتونید از این سرویس ها استفاده بکنید یکیش گیت هابه که معروف ترین هستش گیتلب هست آژور هست بیت باکت هست لانچ هستش و خیلی زیاد هستن ولی خب چیزی که خیلی متداول هست گیت و گیت اما من یه چیزی بگم در مورد گیت هاب و گیت لب گیت هاب وقتی ما میخوایم یه ریپازیتوری بسازیم حالا در ادامه بررسیش میکنیم وقتی میخوایم یک ریپازیتوری در گیت هاب درست بکنیم ریپازیتوری ما دو حالت داره پابلیک یا پرایوت در حالت پابلیک همه به اون ریپازیتوری شما دسترسی دارن خودتون رو میبینن ولی در حالت پرایوت همه دیگه نمیتونن ببینن یه افراد خاص مثلا هم تیمی هاتون میتونن اینو ببینن که توی گیت وقتی شما میخواید یک ریپوزیتوری پرایوت بسازید باید یک مقداری هزینه بدید اما ریپوزیتوری پابلیک کاملا فری و رایگان هستند در گیت به این صورت نیست هم پرایوت و هم پابلیک هر دو فری هستند و میتونید رایگان ازشون استفاده بکنید اما منابعی که چه توی این آموزش استفاده شد و همین که شما میتونید ازش استفاده بکنید هم سایت گیت scm.com هستش که سایت رسمی گیت داکیومنتشن ها همه چی اونجا وجود داره و هم سایت گیت هاب هستش که علاوه بر اینکه هاستینگ سرویس شما میتونید سوالهاتون رو از اونجا بپرسید و فروم مختلفی هم توی اونجا وجود داره قرار پیکربندی گیت رو با هم کار بکنیم در مورد نصبش باید بگم که کافیه که یک سر به سایت git-scm.com بزنید و از اونجا گیت رو دانلود بکنید واسه ویندوز البته واسه لینوکس هم میشه ولی خب از پکیج منیجر خود لینوکس میشه استفاده کرد بعد از اینکه گیت رو دانلود کردید چند تا دکمه نکست میزنید و خیلی سری گیت نصب میشه و پیچیدگی خاصی نداره برای نصبش توی لینوکس هم میتونید از پکیج منیجر لینوکس (APT) یا اپت گیت استفاده بکنید و گیت رو نصب بکنید که خیلی کار پیچیده ای نیست حالا من صرفا برای اینکه این هم گفته باشم حالا چرا مشکل نشید کدش رو می نیزم. دستوراتش رو sudo apt install git که گیت رو برای شما اینجا نصب میکنه من اینتر رو که بزنم گیت برای من چون نصب شده بود دیگه مراحل نصبش رو اجرا نمیکنه اما اولین قدم بعد از نصب گیت اینه که شما اون گیت رو کانفیگ بکنید این کانفیگ ها چیز خاصی نیستن فقط یک سری یوزرنیم ایمیل یا امضای دیجیتالی اگه داشته باشید رو به گیت میدید که وقتی مثلا گیت git توی گیت هاب یا جای دیگه اومدید و یک تغییر رو پروژه دادید اون تغییر با نام شما با ایمیل شما یا با امضای شما توی گیت ثبت بشه بنابراین این تغییرات این کانفیگ ها رو باید حتما اول به گیت بدید که برای این کار کافی دستور گیت کانفیگ رو بزنید وقتی که من گیت کانفیگ رو میزنم یک سری آپشن ها رو برای من میاره چند تا از این آپشن های مهم رو با هم کار میکنیم قبل از اینکه بریم سراغ آپشن ها با یه مفهومی بعد آشنا بشید تحت عنوان گیت کانفیگ فایل لوکیشن ببینید کانفیگ کردن گیت به سه روش انجام میشه گلوبال سیستم و لوکال در ابتدا بزنید گلوبال بگم در روش گلوبال فرض بکنید که من روی کامپیوترم چند تا پروژه متفاوت دارم پروژه اندروید، وب، ویندوز یا چیزهای دیگه میخوام کانفیگ گیت برای تمام این پروژه ها یکی باشه از کانفیگ گلوبال استفاده میکنم اما نه در سیستم قدری متفاوته فرض بکنید که کامپیوتر شما چند تا اکانت داشته باشه چند تا حساب کاربری داشته باشید مثلا یه کامپیوتر هست توی شرکت که حسابهای کاربری متفاوتی رو نصبه و کارمندهای متفاوتی میان ولی میخواید کانفیگ گیت برای همه یک جور باشه اینجا از کانفیگ سیستم استفاده میکنیم اما از کانفیگ لوکال وقتی استفاده میکنیم که میخوایم کانفیگ گیتمون برای هر پروژه متفاوت باشه فرض کنید که من یه پروژه اندرویدی دارم میخوام کانفیگش یک جور باشه یه پروژه ویندوزی دارم و میخوام کانفیگ گیتش به یه صورت دیگه باشه یک دونه از اینا رو که یاد بگیرید بقیه هم یاد بگیرید چون کاملا شبیه هم دیگن که من از کانفیگ گلوبال استفاده میکنم الان میخوام گیت رو کانفیگ بکنم و اسمم رو به گیت بدم میگم گیت کانفیگ همونطور که دیدید برای اینکه من کانفیگم رو به صورت گلوبال انجام بدم باید این آپشن رو بزنم دش دش گلوبال پس برنامه میام پایین دش دش گلوبال رو میزنم و میگم یوزر دات نیم علی قاسمی اینتر رو میزنم الان اسمم رو به گیت دادم حالا میخوام به گیت بگم که اسمم رو بده اسم من چیه؟ میگم گیت کانفیک دشتش گلوبال یوزر دات نیم همین اینتر که بزنم علی رو به من میده حالا چرا قاسمی رو نداد به این علت که وقتی این اسپیس رو من اینجا گذاشتم اون قاسمی رو یک دستور دیگه یا یک کامند دیگه در نظر گرفت بنابراین وقتی علی رو دریافت کرد بعد از این اسپیس علی رو در یوزر دات نیم قرار داد یعنی به عنوان اسم من در گیت قرار داد حالا واسه اینکه من بخوام اسم کاملم رو در داخل گیت قرار بدم کافی از دابل کوتیشن استفاده بکنم و اینتر الان مجدد یوزر نیمم رو میگیرم و میبینید که این دفعه اسم کاملم اینجا اومده اما قدم بعدی اینه که بیام ایمیل رو هم به گیت بدم یوزر خب من مثلا یک ایمیل علکی میدم خب ایمیل هم بررسی بکنم ببینم که آیا درسته یا نه بله ایمیل هم هم در اینجا قرار گرفته این چند تا چیز رو باید حتما بدید و خیلی مهمه حالا پارامترهای های بعدی رو در ادامه بررسی میکنیم که چه چیزهای دیگه هم میتونیم به گیت بدیم حالا من میخوام کانفیگم رو به این صورت انجام ندم و میخوام داخل یک ادیتور انجام بدم یعنی من نمیخوام بنویسم user.name و آخر میگم global Edit میزنم و در اینجا حالا وقتی دش دش ادیت رو بزنید یک ادیتور برای شما باز میشه که ادیتور دیفالت توی گیت برای لینوکس در اینجا دیدید که نانو بود نانو یه ادیتوره مثل نوتپد در ویندوز یا حالا هر چیز دیگه ای که اینجا واسه من این ادیتور اومد و آدرسش رو هم نوشته home کانفیگ پس این فایلی که داخل این آدرس وجود داره کانفیگ گیت به صورت گلوباله و همینطور که میبینید در قسمت یوزر ایمیل و نیم قرار گرفته که شما میتونید از همینجا هم تغییرش بدید و بعد ذخیرش بکنید من نیاز نیست تغییرش بدم و همونجا متوقف میکنم کارو بعد از اینکه پیکر بندی کردیم یه سری پارامترها رو ما در اینجا دیدیم که این پارامترها رو بعضیاش میتونه استفاده بشه میتونه استفاده نشه از اینا میتونیم استفاده بکنیم یکی از اون پارامترها git config global add هستش در حقیقت پارامتر add یا آپشن add میگم user.name مثلا باشه رضا کاظمی حالا من اینتر رو میزنم ببینیم که چه تفاوتی میکنه اینجا من میگم user.name رو به من نشون بده همینطور که میبینید اینجا رضا کاظمی رو نشون داد خب پس اسم من تغییر کرد به رضا کاظمی اما این اده چه کار میکنه میگم گیت گلوبال داشتنش ادیت اون رو داخل یک ادیتور بازش میکنم همینطور که میبینید به علی قاسمی یه دونه دیگه نیم هم اضافه کرده که عملا شما میتونید یک اسم دیگه هم به اینجا اضافه بکنید ولی شاید کاربردی نداشته باشه یعنی اگر من بیام اینجا گیت کانفیگ رو بزنم میگه add new variable name value یک variable جدید رو میکنه ولی همونطور که دیدید شاید تو ادیتور یا شاید تو کانفیگ فایل دو تا نیم قرار گرفته باشه ولی آخرین نیم در گیت مهم هستش که اینجا رضا کازمی بود چرا؟ چون وقتی من بزنم گیت کانفیگ user.name میگم اسمم رو بده رضا کازمی رو میده علی قاسمی رو دیگه نمیده که من اینجا تغییرش میدم به علی قاسمی که اینجا ارور میده میگه چون چند تا مقدار داره نمیتونی این کارو بکنی که حالا یه پارامترها رو میاره که ما اینها رو بررسی خواهیم کرد الان من چند تا مقدار دارم یعنی چند تا نیم دارم بعد اونا رو پاک بکنم میتونید برید داخل ادیتور یا میتونید از این کامند هایی که اینجا وجود داره استفاده بکنید من از کامند آنست این دفعه میخوام استفاده بکنم و اون متغیری که تعریف کردم رو پاک بکنم آنست همونطور که میبینید وقتی آنست رو زدم دوباره همین اروری که این بالا بود و اینجا داد میگه که چند تا مقدار داره نیم و تو هنوز نمیتونی اینو پاک بکنی برای اینکه آنست واسه ای پاک کردن یک وریبل هستش اگه من بخوام تمام وریبل ها پاک بشن باید آنست آل استفاده بکنم اینتر رو میزنم گیت config global یوزر دات اینجا میبینید که دیگه چیزی واسه من نمیاره خب من میام یوزر نیمم رو میذارم علی قاسمی و مجدد توی ادیتور رو باز میکنم ببینید نیمه دیگه رفت دو تا بود الان شد یه دونه حالا میخوام بیام اینو پاک بکنم این دفعه دیگه میتونم از آنست استفاده بکنم هیچ محدودیتی وجود نداره و الان اگر من دوباره بگم که واسه من یوزر نیمم رو نشون بده به این صورت میبینید که چیزی رو برای من نشون نمیده دوباره یوزر رو واسش ست میکنه. پس بنابراین وقتی که شما اد میزنید در حقیقت یه وریبل دیگه مثلا نیم دیگه به گیت اضافه میشه امکان داره شما بخواید چند تا ولیو داشته باشید که خب همونطور که گفتم ولیو آخر مهم هستش این دستور رو میشه به روش دیگه‌ای هم نوشت که شما بگید git config --global --add user.name علی قاسمی حالا من مجدد می‌نویسم تا بهتر متوجه بشید گلوبال اول من میام اون رو پاک می‌کنم آنست میکنم می‌کنم من کانفیگو و اشتباه نوشتم حالا که آنستش کردم میخوام اسمم رو اضافه بکنم میگم git config global add user dot name ali به گیت من اد شد شما چه ادو بذارید چه نذارید بار اول تفاوتی نمیکنه اما برای دفعات بعد همونطور که میدونید اضافه میشه به گیت حالا اگه من اینجا ادیت بزنم ببینید که تفاوتی نکرده دستور آنسد آل رو هم که گفتیم به چه صورت هستش و یک دستور ساده دیگه میمونه ببینید وقتی من مثلا میخوام یوزر رو یا ایمیلم رو ببینم باید بگم گیت کانفیگ گلوبال یوزر دات مثلا یا باید بگم یوزر دات یا فرض کنیم که پارامترهای های دیگه ای رو هم به گیت اضافه کردیم خب این یه قدری سخت میشه واسه اینکه شما بتونید خیلی راحت پارامترهاتون هاتون رو ببینید از گلوبال دش لیست استفاده میکنیم تا تمام مقادیری که من به گیت اد کردم در اینجا به من نشون داده بشه که خب خیلی ساده تره تو اینجا پیکربندی گیت تموم میشه اما لازمه که من یه چند تا نکته بگم در مورد کانفیگ گیت و لوکیشناشون همونطور که میدید من گیت کانفیگ رو که اینجا زدم دیدید که سه و کانفیگ داشتیم گلوبال سیستم و لوکال اما فایل کانفیگ رو میخوام لوکیشنش رو به شما نشون بدم توی گلوبال آدرس هستش سی دی هوم اسم یوزرتون و اینجا اگر من ls بگیرم یا لیست بکنم کل فایل هایی که اینجا وجود داره فایل گیت کانفیگ رو اینجا من می‌بینم حالا اگر من کت بکنم این رو گیت کانفیگ ببینید که تمام مقادری که اونجا دادم اینجا اومده حالا میام اینجا ls میگیرم لیست میکنم و میخوام که کانفیگ گیت رو به صورت سیستمی انجام بدم git سیستم --system ادیت ببینید فایلی که باز میشه واسه من الان میبینید خالیه چرا چون کانفیگ گیت رو به صورت سیستمی انجام ندادم ولی آدرس اون فایل اینجا نوشته شده etc/gitconfig که ما یه سری هم اینجا بزنیم etc میبینید وقتی که کت زدم کت دقیقتی دستوری تو لینوکسه که محتوای فایل رو نشون میده همینطور که میبینید محتواش خالیه هیچی نیست چرا چون کانفیگ صورت سیستمی رو انجام ندادم و به خاطر همین خالی هستش دیگه کانفیگ به صورت لوکال رو انشاءالله در ادامه وقتی که گیت رو اینیت کردیم بررسی خواهیم کرد و اینکه لوکیشن این فایل ها در لینوکس رو من به شما نشون دادم در ویندوز دقیقا نمیدم کجا هستش ولی برای کانفیگ گلوبال در یوزر شما وجود داره این قسمت هم تموم شد روی مکانیزم گیت رو بررسی بکنیم خیلی کوتاه تا در ادامه وقتی که رفتیم باش کار بکنیم خیلی بهتر گیت رو بتونیم درک بکنیم در حقیقت وقتی با گیت حالا بعدا کار بکنیم متوجه میشید یا احساس میکنید که انگار داری یک بکاپی از پروژه شما رو نگه میداره و وقتی یه تغییری توش انجام میدید اون بکاپ رو با پروژه اصلی مقایسه میکنه ولی حقیقت موضوعی نیست چون اگر بخواد اینطوری باشه علاوه بکا اینکه بکاپ و امکان داره تو جاهای مختلف سیستم نگه داره حجم فوقالعاده زیادی اشغال میشه برای میاد از یه تکنولوژی یا مکانیزمی استفاده میکنه به نام اسنپشات که در حقیقت اسنپشات عین یه تصویره عین یه عکس از چیدمان بیت ها در حافظه جانبی یا هاردتون حالا وقتی که شما مثلا میاید یک فایلی رو تغییر میدید چیدمان بیت هاش تغییر میکنه و گیت با مقایسه اسنپشاتی که ابتدا گرفته بود و مقایسه چیدمان بیت هایی که الان هست روی متوجه این تغییرات میشه من یه مثال خیلی ساده بزنم که اینو درک بکنید من میام داخل دسکتاپم هم و میخوام یک فایل متنی ایجاد بکنم توی لینوکس مثلا من میخوام یک فایل رو درست بکنم که داخلش اسم من باشه به این صورت مینویسمش اکو این دستور پی اچ پی و بالا حالا این علامتی که اسم هم بهش بریس میگن میزنمش داخل یه فایلی به نام name.txt به فرض مثال الان ببینید توی دسکتاپ من یک همچین فایلی ایجاد شده یه دستوری هست تو لینوکس به نام xxd که کدای هگز دسیمالش رو میتونم من ببینم میگم name.txt کدش رو نشون بده ببینید کد هگز دسیمال رو نشون میده به این صورته حالا من میام یک متن اضافه تر هم به اون میدم مثلا امید این دفعه دوتا میزنم که در حقیقت به قبلی اضافه بکنه اگر یه دونه بزنم قبلی رو پاک میکنه امید کازمی رو میذاری جاش ولی دوتا رو بزنم دقیقت دوتا رو با هم اضافه میکنه name.txt رو میزنیم اینو دستوری لینوکسی خیلی مهم نیست فقط میخوام این تکنولوژی اسنپ شات رو به شما بگم فرض بکنید که گیت اومده یه اسنپ شات از پروژه من نگه داشته و مثلا چیدمان بیت هاش به این صورت بوده حالا این چیدمان بیت رو اینجا من نشون نمیده این کد هگزادسیمال اون فایله خب کد هگزادسیمال چیدمان بیت ها در حقیقت تو لایه خیلی پایین‌تری داره اتفاق میفته حالا فرض کنید که کد هگزادسیمال رو توی گیت میخوایم مقایسه بکنیم الان این کد داره حالا وقتی من xxd رو بزنم و بگم name.txt ببینید کدش تغییر کرد به این صورت ببینید این کدا تغییر کردن پس بنابراین اسنپ شات اول که اینه با این که مقایسه میشه میبینی یه سری تفاوت ها داره مثلا این به معنای یه کاراکتر احتمالا یه حالا هر چیزی اینا رو تبدیل بکنیم سیستم حالا خودش تبدیل میکنه متوجه میشه مثلا این متن داخلش نوشته شده در نتیجه گیت متوجه میشه با مقایسه این دوتا یه تغییراتی توی اون دایرکتوری شما اتفاق افتاده پس این از مکانیزم گیت اما بعد از این موضوع باید با سه حالت مهم در گیت آشنا بشید حالت اول اصطلاح بهش میگن ورکینگ دایرکتوری که به معنی دایرکتوری کاری شماست توی این حالت که دقیقت پروژه شما توی اونجا قرار داره شما دارید میید پروژه رو درست میکنید فایل رو تغییر میدید و و و, و همینطور ادامه اما این فایل ها هنوز مثلا به گیت شناسونده نشدن به گیت نگفتید که اینا ترک بکن بعد از اینکه ورکینگ رو ساختید و گیت رو توی اونجا اینیت کردید موقع این میرسه که اگر تغییر رو دادید اونو ببرید روی استیج استیج یعنی صحنه وقتی میبرید یک تغییری رو از ورکینگ دایرکتوری روی استیج یعنی به گیت بگی که من اینو میخوام وارد ریپازیتوریم بکنم پس بنابراین حالت بعدی ریپازیتوری هست یا مخزن که اینجا دیگه به گیت گفتی آقای گیت اسنپشات جدیدی از پروژه من باید تهیه بکنی چرا چون یه فایلی تغییر کرده و من این تغییر رو پذیرفتم و داخل مغزم بردمش پس در یه اسنپشات جدید دوباره بگیر که اگر تغییر دوباره اتفاق افتاد تو متوجهش بشی بنابراین این سه تا مرحله یا این سه حالت سه حالتی هستن که در گیت اتفاق میفتن ورکینگ دایرکتوری که دقیقت دایرکتوری کاری شماست شما دارید روش کار میکنید فایل ها رو امکان داره تغییر بدید حالا اون تغییرات رو میتونید ببرید داخل استیج یا روی صحنه و بعد به این صورت به خودتون اضافه بکنید و نکته دیگه ای هم که هستش فایل هایی که مودیفای میشن یا اد میشن تو ورکینگ دایرکتوری به صورت قرمز در گیت نشون داده میشن ولی اونایی که رو استیج هستند به صورت سبز نشون داده میشن اونایی هم که تو ریپوزیتوری هستن که دیگه اصلا به شما نشون داده نمیشن چون رفتن وارد مخزن شدن و دیگه نیازی هم به نشون دادن نیست قرار یاد بگیریم که چه گیت رو روی پروژمون اینیت بکنیم یا اصطلاحاً اینیشیالایز یا به فارسی مقداردهی اولیه بکنیمش و بتونیم از اون توی پروژهمون استفاده بکنیم و همچنین یاد میگیریم که چجوری کانفیگ لوکال انجام بدیم دایرکتوری های گیت رو توی لوکال بررسی میکنیم و ریپازیتوریمون اضافه میکنیم و یه سری کامنت های خیلی خاص از گیت رو خیلی قطر چکانی میگم تا در ادامه ویدیوهای بعدی به اونها شاخ و برگ بدیم و اونو کاملتر بکنیم اولین قدم در استفاده گیت اینه که مشخص بکنید کدوم دایرکتوری دایرکتوری کاری شماست مثلا توی این دایرکتوری که ای یه دایرکتوری خالی هم هست من قرار پروژم اینجا قرار بگیره پس بنابر این این میشه دایرکتوری کاری من و کاری که باید بکنم اینه ای که از طریق بش در ویندوز یا ترمینال در لینوکس وارد این دایرکتوری بشم که من اینجا میبینید شدم ls هم بگیرم خالیه اولین قدم اینه که من گیت رو اینیت بگم پس از دستور گیت اینیت استفاده میکنم اینطوری که بزنم میگه یه ریپازیتوری گیت برای شما درست شده اینیشالایز شده که mc خالیه تو کجا توی این دایرکتوری این دایرکتوری یک فولدر دیگه هم برای من ساخته و همونطور که میبینید اینجا دایرکتوریش مستقیم دایرکتوری کاری شما نیست این فولدر هم یا این دایرکتوری هم بهش اضافه شده الس میگیرم چیزی وجود نداره علتش اینه که اگر شما دقت بکنید یک دات اینجا وجود داره این دات در سیستم عامل لینوکس یعنی این دایرکتوری هیدن هستش پس برای اینکه بتونم فایل های هیدن رو ببینم دش آ میزنم گیت من اینجا نشون داده شد حالا بعدا میایم سراغ اینکه این, که این دایرکتوری رو بررسی بکنیم فعلا میایم سراغ کانفیگ لوکال توی ویدیوهای ابتدایی من در مورد کانفیگ گیت صحبت کردم و گفتم که به سه حالت سیستم، گلوبال و لوکال وجود داره. سیستم و گلوبال رو گفتم، البته شرحشون دادم هر سه رو ولی به صورت عملی سیستم گلوبال رو گفتم و قرار شد لوکال رو وقتی خواستیم گیت رو اینیت بکنیم به شما بگم. الان موقع کانفیگ به صورت لوکال هستش. دستور خیلی ساده است و عین دستور ها یه سیستم و گلوبال هستش. میگم گیت کانفیگ دش دش لوکال user.name علی مثلا مجدد گیت کانفیگ داش user.email یه ایمیل علکی میدم حالا ما بررسی کنم ببینم که کانفیگ من انجام شده درست یا نه میزنم لوکال داش لیست واسه من لیست بکنه چهار تا آیتم جدید شما اینجا میبینید که اینا رو قبلا نداشتیم و اینو خود کانفیگ لوکال اضافه میکنه خیلی چیز مهمی نیست اما چیزایی که خودمون اضافه کردیم همینجور که میبینید اینجا اضافه شده پس برای این کانفیگ با موفقیت انجام شد حالا بعد از کانفیگ لوکال بهتر بریم دایرکتوری هایی که توی گیت وجود داره رو بررسی بکنیم میرم داخل cd git ls میگیرم یه سری دایرکتوری ها وجود داره بعض از این دایرکتوری ها خیلی استفاده نمیشه خیلی مهم نیست علتش اینه که اصلا این پوشه مربوط به خود سیستم گیته و خود سیستم گیت اصلا میفهمه اینا چیه واقعا چی کار داره میکنه ولی یه سری چیزش که قابل فهمه رو من میگم مثلا فایل کانفیگ همون کانفیگ هایی هستش که ما الان لوکال انجام دادیم این یکیش بود مثلا فایل هد همین الان بهتره با یه مفهوم آشنا به نام هد پوینتر گر. هد پوینتر در حقیقت یه اشارگری هستش به اینکه مشخص میکنه شما تو کدوم قسمت تو کدوم مرحله از پروژهتون قرار دارید فرض کنید که پروژه شما سه تا مرحله داره مرحله ساخت صفحه رجیستر مرحله ساخت صفحه مثلا لاگین و مرحله ساخت صفحه خرید شما مثلا تو مرحله صفحه خرید هستید الان هد شما همونجاست این یه گر اشاره میکنه به اینکه شما تو صفحه خرید هستید حالا این گر رو شما میتونید تغییر بدید بیاید رو صفحه مثلا ریجستر بیاید رو صفحه لاگین و این وقتی که تغییر میکنه در حقیقت ورکینگ دایرکتوری شما هم با اون تغییر میکنه همون اسنپ هایی که گفتم این قابلیتی که تو گیت به شما داده میشه و بهش میگن هد پوینتر حالا این مستری که اینجا نوشته دقیقت اسم اون برنچی هستش که هد اشاره داره به اون بعدا با این برنچ ها آشنا میشید و این هد هم در ادامه در ویدیوهای بعدی بیشتر رو کار میکنیم و میبینیمش دایرکتوری بعدی refs هست که دو تا دایرکتوری هدز و تگز داخلش قرار داره وقتی شما یه تگی رو داخل گیت اضافه میکنی تگ برچسب هایی هستش داخل گیت که حالا بعدا باش کار میکنی تو این دایرکتوری میاد علاوه بر اون هدهایی هایی هم که شما داری هد پوینتراتون میاد اینجا ولی وقتی من برنچ بسازم اسم برنچ هام هم داخل اینجا قرار میگیره که بعدا وقتی با برنچ ها کار کردیم این دایرکتوری رو بررسی بکنید اسم برنچ ها داخلش قرار داره الان خالی هستش بعدا وقتی که جلوتر رفتیم احتمال اگر وقتی بود این دایرکتوری رو بررسی میکنیم حالا بریم از گیت استفاده بکنیم من یه فایلی درست میکنم به نام register.html ls که بگیرم تو این دایرکتوری وجود داره یه دستوری هست به نام گیت استاتوس گیت استاتوس وضعیت گیت رو به من نشون میده وقتی که بزنم میگه شما روی برنچ مستری هیچ کامیتی هنوز نزدی و یه سری فایل ها هستش که آن ترکتن یعنی چی یعنی هنوز ضبط نشدن هنوز به ریپوزیتوری اضافه نشدن هنوز توسط گیت رهگیری نمیشن خب میگه واسه اینکه کاری بکنی که توسط گیت رهگیری بشه اولین قدم اینه که اونو اد بکنی به استیجت میگه از این طریق میتونی اونو به استیج اد بکنی میگم گیت اد register.html دقت کنید که من از آپشن دش آ هم میتونم استفاده بکنم از آپشن دات هم میتونم استفاده بکنم دش آ و دات این قابلیت رو به شما میدن که اگر چند تا فایل داشتید با یه دونه از اینا حالا یا دات یا دش آ همه رو ببرید داخل استیج اما اگر اسمش رو بزنید مثلا بزنید رجستر دات همون یه دونه رو برمی داره میبره داخل استیج اینو میزنم و استاتوس رو میزنم این دفعه سبز شد وقتی فایل ها میرن داخل استیج سبز میشن و الان اینجا نوشته یک فایل جدید داریم یه وقت هستش که من اشتباه کردم و من نمیخوام این فایلم بره داخل استیج میخوام درش بیارم از استیج میگم git rm cached html دقت بکنید که وقتی نیو فایل نوشته میتونید از این دستور استفاده بکنید یعنی چیز متداولی که استفاده میشه اینه وقتی نیو فایل وقتی مودیفای میشه دستورش فرق میکنه که حالا بعدا بررسیش خواهیم کرد خب من اینو میزنم اینجا میگه rm register.html rm مخفف remove ls میزنم فایلم وجود داره ریموو نشده در حقیقت از استیج ریموو شده استاتوسی که بزنم میبینید که دوباره برگشته به حالت قبلی میگم git add dash a git status اومد اینجا حالا میخوام اینو ببرم داخل ریپوزیتوریم به git بدم از دستور git commit استفاده میکنم کامیت به معنای اعلان بود و یه آپشنی داره به نام دش ام که اجباریه که دقیقا شما یک مسیجی رو برای اون کامیت مشخص میکنید این مسیج یک پیامیه در رابطه با اون تغییراتی که شما تو ورکینگ تون دادید مثلا این فایل ریجستر داد من اضافه کردم یک پیام می که بعدا وقتی خواستم بخونم بدونم که چی کار کردم این پیام دقت کنید که خیلی مهمه و حتما یه پیام مناسبی باشه که بعدا خواستید مطالعه بکنید این رو بدونید چی کار کردید من میتونم به صورت چند خط هم عمل بکنم یعنی پیام هم امکان داره یه خط باشه یا چند خط باشه تنکایت که باید بکنید اینه که وقتی این دابل کوتیشن رو اینجا باز کردی دیگه نبندینش و هی اینتر بزنید مثلا الان اومد یه خط دیگه حالا من یه چیز دیگه می‌نویسم مثلا این رو همونطور که میبینید الان اومد هی خط بعدی حالا کافیه که اینو ببندمش چیکار می‌کنم یه دابل کوتیشن می‌زنم و پیام من تموم میشه اینتر رو می‌زنم و این الان به ریپوزیتوری من اضافه شد که میگه یک فایل چنج شده یه سری هم اینجا واسه شما می‌نویسه. گیت استاتوس می‌زنم و می‌بینید که دیگه هیچ تغییری اینجا وجود نداره و الان به ریپازیتوری من اضافه شده و فایل register.html توسط گیت داره راهگیری میشه. ببینیم که آیا این راهگیری گیت دقیق هستش یا نه. میام تو اینجا یه اسم می‌نویسم. مثلا یه تغییری میدم. مثلا این فایل register.html همه واقعا یه صفحه HTML فرض مثلا یه تغییری میدم. من اینو بذارم همین یه دونه بریم دوباره وضعیت گیتو بررسی بکنیم این دفعه میگه مودیفای شده یه فایلی تغییر کرده توی اینجا چون من این فایل رو به گیت شناسوندم و گیت داره رهگیریش میکنه این قابلیت رو گیت داره که بتونه تغییرات رو دیسکارد بکنه یعنی برگردونه به حالت قبل از تغییراتی که من دادم چجوری؟ میگم گیت چک اوت رجیستر دات اگه من چت بگیرم تی رو که محتواش به من نشون بده ببینید که خالیه برگش به حالت قبل من میام اینجا یه چیزی می نویسم شده شده حالا می برمش داخل استیج خب رفت داخل استیج الان ببینید من اینجا نمیتونم rm بزنم یعنی خودش هم حتی پیشنهاد نمیکنه که واسه آن استیج کردنش از rm استفاده کن چرا چون این فایل مودیفای شده است پس از دستور گیت reset head register.html استفاده میکنم تا بتونم از استیج خارجش بکنم خودش هم میگه آن استیج شده تغییرات و یه فایل هستش به نام رجیستر که این ام به منوی مودیفای شدنه گیت استاتوس میبینید که برگشت به حالت ورکین دایرکتوری از استیج خارج شد میبرمش دوباره داخل استیج خب وارد استیج شد حالا میخوام وارد ریپوزیتوری بکنم اون رو یه پیام مناسبی هم مینویسیم و تمام این از این ما تو اینجا کار تونستیم یه تغییر رو پور دایرکتوری کاری کاریمون ایجاد بکنیم و اون رو به ریپازیتوری گیتمون اضافه بکنیم تا گیت بتونه اون رو بکنه حالا یه چند تا دیگه دستورات گیت رو که با اونها یه قدر بهتر بتونیم کار بکنیم و از قابلت های گیت بتون استفاده بکنیم من یه اسم جدید اضافه میکنم و سیوش میکنم گیت استاتوس میبینم که یه تغییر اینجا پیش اومده اما من دوست دارم بدونم که این تغییر چیه از دستور گیت دیف استفاده میکنم different اینتر رو که بزنم میگه که یه فایلی هست به نام a register.html حالا این a در حقیقت نمادگذاریه و یه فایل دیگه هست به نام b register.html فایل a وقتی منفی اشاره داره به قبل از تغییرات فایل b اشاره داره به بعد از تغییرات و همچنین که سری چیزهایی رو اینجا میاره که میگه یعنی چی منفی مثبت یک دو این معنایی که دقیقا هر کنایی یه شیوه خوندن دارن این منفی یعنی قبل از تغییرات درسته اینجا میگه منفی یک یعنی میگه قبل از تغییرات خط یک بوده این خط اینجا میگه مثبت مثبت یک تا دو میگه بعد از تغییرات از خط یک بوده تا دو یعنی اینجا همینطور هم که میبینید یک پلاس داره و به رنگ سبز در اومده یعنی این اضافه شده حالا این یکی از قابلت های دیفه یه وقت من اصلا نمیخوام اینطوری تخصصی بخونمش از گیت دیف دش دش استات استفاده میکنم که اینو به صورت خلاصه به من نشون میده میگه یه دونه فقط اد کردی همین میگه یه دونه فایل چند شده یه دونه هم این زرشن داشتی خب میام این اسمو پاک میکنم یا این اسمو. برش میدم از اینجا دوباره بریم گیت دیف رو بررسی بکنیم گیت دیف میگه در ابتدا خط یک بوده که میشه اینجا تا دو ببینید تا دو نمیشه این خطا این خط تغییر کرده پس حساب نمیشه میاد اینجا پس اولش این بود که راست میگه غیر از این سبزه مثبت بعدش از یک بوده از اینجا شروع شده تا اینجا الان یعنی اینه ای خب منطقیه حرفش هم درسته حالا میگم گیت دیف ستات من اینجا میگه دو تا تغییر داشتی یه پلاس یه ماینس یعنی یه اضافه کردن یه پاک کردن خودش هم اینجا به من خلاصش رو نشون میده میگم خیلی خب باش اگر خواستم اینو اضافه میکنم اگر نخواستم اضافهش نمیکنم خب من میخوام اونو برگردم به حالت قبل و برمیگرده با موفقیت یه چیزی هم که هستش اینه که یه سری مسیج ها دادم همونطور که میدونید ولی این مسیج ها واقعا کجا استفاده میشه در حقیقت تمام این مسیج ها تحت عنوان یه چیزی به نام لاگ قرار میگیره